دوستان به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. احسان خواجه امیری متولد 7 آبان 1363 در تهران، خواننده، آهنگساز و تنظیم کننده موسیقی پاپ ایرانی است. او فارغ التحصیل لیسانس رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی می باشد که فعالیت خودش رو با آهنگسازی شروع کرد و حالا خواننده سبک پاپ هست. احسان متولد بیمارستان هشت‌رودیان در تهران، تنها پسر فرزانه امیمی نژاد و ایرج خواننده مشهور موسیقی سنتی هست و تنها یک خواهر به نام الیکا دارد. او از 5 سالگی در خانه بازی با سازهای کوچک شروع کرد تا اینکه در سال 1370 وقتی 7 ساله بود کم کم وارد کلاس‌های سنتور و ویولون شد. بعداً نواختن پیانو را هم از خواهرش فرا گرفت. 12 سال بیشتر نداشت که اولین بار برای برنامه کودک آهنگ ساخت. سپس رفته رفته آهنگسازی کارهای پدرش را هم بر عهده گرفت. شاید باورش سخت باشه، اما احسان خواجه امیری بسیار زودتر از سایر خوانندگان در ایران پا به دنیای حرفه‌ای موسیقی گذاشت. او در 17 سالگی اولین آلبوم خودش رو به نام من و بابا رو منتشر کرد. کمتر از 2 سال بعد، در حالی که هنوز 20 سال هم نداشت، تیتراژ سریال غریبانه با آهنگ هرچی آرزوی خوبه رو اجرا کرد و با این اثر به خوبی شناخته شد. در سال 1384 آلبوم مستقل خودش رو به نام برای اولین بار منتشر کرد که به فروش 300 هزار نسخه رسید. تا اینکه در همین سال اولین کنسرت خودش رو در کیش برگزار کرد. اما اوج شهرت او از سال 1386 با آهنگسازی و خواندن تیتراژ سریال میوه ممنوعه شروع و با انتشار آلبوم سوم خودش به نام سلام آخر در همین سال ادامه پیدا کرد. اولین کنسرت احسان خواجه امیری در سال 84 در کیش برگزار شد. او تا کنون کنسرت‌های موفقی را در شهرهای مختلف ایران برگزار کرده. کنسرت او در سال 86 در 7 سانس در تالار وزارت کشور مورد استقبال بی‌نظیر قرار گرفت. احسان خواجه امیری در سال 83 وقتی تنها 20 سال داشت با همسرش لیلا ربانی آشنا شد و به مدت 5 سال به صورت دوست با هم در ارتباط بودند. این دو در نهایت در سال 88 ازدواج کردند و سال 93 صاحب یک پسر به نام آرشان شدند. تا کنون 9 آلبوم از او منتشر شده که به این ترتیب من و بابا در سال 80، برای اولین بار در سال 84، سلام آخر در سال 86، فصل تازه در سال 87، یه خاطر از فردا در سال 89، عاشقانه ها در سال 91، پاییز تنهایی در سال 93، 30 سالگی در سال 95 و شهر دیوونه در سال 97 از جمله آلبوم‌های او هستند. او همچنین تیتراژ سریال برای آخرین بار در سال 84، تیتراژ سریال لبه تاریکی در سال 84، موسیقی سریال از نفس افتاده در سال 85، تیتراژ پایانی سریال زیرزمین در سال 85، موسیقی سریال پول کثیف در سال 86، موسیقی سریال میوه ممنوعه به نام میشه خدا رو حس کرد، آزاد آزادم، به من مومن نگو، هرچه دارم از تو در سال 86، موسیقی سریال مثل هیچکس به نامهای رفتیکه و عاقبت عشق در سال 87، موسیقی فیلم سینمایی امشب شب مهتابه با نامهای یک شب مهتاب، شاید وقتی، ای کاش و یلدا در سال 87، تیتراژ سریال نابرده رنج در سال 90، تیتراژ سریال مادرانه در سال 92، تیتراژ سریال ماتادور در سال 92، تیتراژ سریال آوای باران به نام تاوان در سال 92، تیتراژ پایانی برنامه ماه عسل به نام بغض در سال 94، تیتراژ سریال پریا در سال 95، تیتراژ سریال 8.5 دقیقه با نام باتوام در سال 95، تیتراژ سریال آنام در سال 96، تیتراژ سریال بچه مهندس با نام دست خالی در سال 99 و تیتراژ سریال در کنار پروانه ها در سال 1400 رو از خودش منتشر کرد. او در مصاحبه ای گفته: فکر می کنم ریاضی 100% تونسته در زندگی به من کمک کنه. اینکه چطور قدم بردارم و برآیند یک سری از اتفاقها چطور پیش میره. زندگی 2-2-4 تا انجام دادن هست. اینکه شما یک کاری رو انجام میدی و یک کاری انجام نمیدی و بعد از اون یه نتیجه ای میگیری و این خود معادلات ریاضی هست.
برخلاف من که محافظه‌کار و حسابگر هستم، پدرم اصلا اهل حسابگری نیست. خیلی وقتها از پدرم پرسیدم پدر ترانه آهنگت رو چه کسی ساخته؟ او جواب میده نمیدونم، چه فرقی میکنه؟ اون وقت من برای یک بیت ترانم 2 ماه معطل میشم. باید بگم اصلا موافق اون سبک زندگی کردن نیستم. یه شب آهنگ هرچی آرزوی خوب مال تو رو ساختم و زنگ زدم به لیلا، براش پای پیانو آهنگ رو زدم و خوندم. خیلی خوشش اومد. تا صبح روی اون کار کردم و فردای اون شب هم از تلویزیون پخش شد. همسرم لیلا متولد تیر ماه هست. تیری ها افراد منطقی و سازگاری هستند که از خصوصیات اونها جمع‌آوری وسایل قدیمیشون هست. لیلا هم وسایلی رو از دوران کودکیش نگه داشته که پدر و مادرش هم باورشون نمیشه که هنوز اون وسایل رو داره. او در ادامه گفت نگهداری از صدا کار سختیه. بیشترین چیزی که همیشه به صدای من آسیب میرسونه سرماست. خیلی وقتها حتی در اوج گرمای کیش در تابستان هم مجبور میشم کولر رو خاموش کنم. همچنین شبها نباید شام بخورم. اگه غذا بخورم نمیتونم بخونم. در بیشتر کنسرت هام از گرسنگی ضعف میکنم، چون تا پایان اجرا نباید غذا بخورم. خیلی از حرکاتی که زمانی محمد اصفهانی انجام میداد رو الگو قرار میدادم. به نظرم کارهای او در شأن یک هنرمند واقعی است و بسیار قبولش دارم. پدرم دوست نداشت که من خواننده بشم. میگفت تا دانشگاه در رشته مهندسی قبول نشم حق خوانندگی ندارم. حتی اجازه نداشتم که در رشته موسیقی تحصیل کنم. روزی که دانشگاه قبول شدم 2 ماه بعدش اولین آلبومم رو منتشر کردم. ترس پدرم از گذشته خودش بود. دوست نداشت اون اتفاقهایی رو که برای خودش پیش اومده بود برای من هم اتفاق بیفته. به نظر من فرمول زندگی خاص خدا به علاوه تلاش هست. سعی میکنم کارم رو مدیریت کنم. این که بگم به دلیل پول کار نمیکنم دروغه. به هر حال شغل من خوانندگیه. از روز اول کارم سعی کردم با بهترین ها شروع کنم. در 17-18 سالگیم رفتم سراغ بزرگترین شاعرای روز کشورمون و در کنارشون خیلی آموختم. افشین یداللهی یکی از بزرگترین معلم‌های زندگی من هست. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو و در قسمت کامنت برای ما بنویسید. و اگه هنوز عضو این کانال نیستید، میتونید از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه. تا دیداری بعد، بدرود.